سخنورا سخن ساز کن ستاره شکوه که هر سخن نبگردون برد سخندان را. برز سلام و عرض احترام، امروز ما در برنامه داریم یکی از شاعره های نامور ما، شاعره خلقی تاجیکستان، خانم زلفیه عطایی. بسیار خوش آمدید به برنامه خود. تشکر. سلام. زلفیه عطایی شاعره، بیش از 40 سال است که با عالم پرنزاکت شعر سر و کار دارد. 15 ایونی سال 1954 در دهه قلعه عظیم ناحیه غانچی حاضره دیوشتیش در خانواده آموزگار چشم به عالم هستی گشاده است. سال 1970 به فکلته زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان حاضره دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شد. پس از سالی برای تحصیل به شهر مسکو رفت و در بخش نظم اینستیتوت ادبی به نام مکسیم گورکی تحصیل را آغاز نمود. سال 1977 بعد ختم اینستیتوت ادبی به شهر دوشنبه آمد و تا سال 1983 در روزنامه تاجیکستان سوویتی، حالا جمهوریت، با کار روزنامه‌نگاری مشغول گشت. او از سال 1983 تا سال 1985 در مجله زنان تاجیکستان، حالا فیروزه، به حیث مدیر شعبه، از سال 1985 تا سال 1990 در هفته‌نامه آموزگار همچون معاون سردبیر فعالیت کرده است. از سال 1990 تا سال 1993 در خانه مشغول کارهای ایجادی و تربیت فرزندان بود. و از سال 1993 تا 2015 سردبیر مؤسسه دولتی مجله بانوان فیروزه بوده است. شعرهای زلفیه عطایی به زبانهای روسی، انگلیسی، ازبکی، فرانسوی، آلمانی، عربی، اوکراینی، رومینی، قرغیزی و غیره ترجمه گشته در بیاض و کتابهای دستجمعی، روزنامه و مجله های مختلف کشورهای دنیا انتشار گشتند. زلفیه عطایی در نثر نیز قوام آزماید. قصه غم را نمی فروشند و دیگر مقالات و حکایاتش در قسم دوم دو جلده زلفی پریشان گرد آمدند. از سال 1979 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. سال 2010 به افتخار کامیابی ها در ادبیات با عنوان عالی ادبی شاعری خلقی تاجیکستان سزاوار شده است. او را سال 2011 برای سهم ارزنده در گسترش رابطه های ادبی تاجیکستان و روسیه با آردن دلی دانکو سزاوار دانستند. همچنین عضو افتخاری اکادمی بین الخلقی فرهنگ، علم و تجارت سنت پیتربورگ انتخاب گردیده است. در صف اهل ادبیات و فرهنگ به کشورهای ایران، پاکستان، روسیه، اوکراین، هلند، آلمان، گرجستان، آمریکا، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان و غیره سفری ایجادی انجام داده است. زلفیه عطایی برنده جایزه سازمان جوانان جمهوری در سال 1995 می باشد. سال 1997 با آردن شرف مکافاتانیده شد. علاچی معارف و علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان می باشد. سال 2005 با جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لاهوتی سزاوار دانسته شده است. مؤلف کتاب های جهاز، دیدار، میوه صبر، زاچه خوشروی من، دختری دریا، عشق یک زن، ستاره وحشی، ستاره مشتری، زن اگر عاشق شود، زلف پریشان، دو جلد، پرنده بهاری، سایه زلف، دیوان زلف، اینچنین مرتب و محرر کتاب های اختر چرخ ادب، درود ای عشق می باشد. دوستانش او را شاعره صاحب اختر نیز نام می برند. زیرا نجوم شناسان شهر لندن بریتانیای کبیر اسم ستاره را با نام شاعره تاجیک زلفیه عطایی گذاشتند. بهار و گل و ریحان، نوروز، اینها همگی با واژه زن توأم هستند، یک معنی را افاده می کنند و از این خاطر شما را دعوت کردیم در آستان بهار، در آستان ماه مرد که این ماه سراپا جشن است، سراپا زیبایی است و فکر میکنم که بیننده خوب ما هم انتظار آن را دارد که شما سخن بهاری و مژده بهار را با سخن و شعر خود اهدا میکنید به بیننده های عزیز ما.
تشکر. در حقیقت وقتی که اینجا می اومدم آفتاب درخشان بود و آسمان صاف بود و پرنده ها می پریدن، صدای خانش پرنده ها به گوش می رسید و من گفتم که در حقیقت بهار رسیده است و خود را گفتم مبارک باشد بهار. یعنی این فصل مبارک ما، ماه مبارک ما، ماه مرد پر از عید هاست. جشن های زیادی قد گرفته می شوند و یکی از این جشن ها روز مادر است. بعد این عید با ما عید مطبوعات را داریم که آن هم هر سال قید کرده می شود. دیگر عیدی که در همین روز هست از همه مشهورتر و نومی و دوست داشته پسندیده ما این نوروز است. درست. نوروز است و در این نوروز که قریب تا آخری ماه جشن گرفته می شود، در نوروز هم همه انعنه هاش و سنت هاش به نظر گرفته می شود. با هفتین و هفتشینش البته با همه رکنهایش مهمون ما می شود و خلق تاجیک نوروزش را بسیار دوست می دارد. وقتونه جهانی شد دیگر. دیگر در سیاره قید میکنن نوروز رو. مرد با همین نوروزش خیلی زیباست. با این نوروزی دلفروزش، نوروزی گلپوش و گلفشانش بسیار زیباست. چون در آستان بهار قرار داریم، شعر بهاری برای بیننده های عزیز هدیه کنیم. تشکر. میدونی چی، من از روزنامه خواندم که همین به همین ماه مبارک ما ماه مرد باز یک جشن اضافه می شود با نام سایری جشن لاله، سایر عید لاله میگوییم. این پیش هم وجود داشت البته، یعنی باز شاید که از نو زنده می شود و از نو باز تنتنه می شود. و من بخشیده به همین سیر عید لاله نوشتم یک شعری تازه است. باید که من گویم که من لاله رو خیلی دوست می‌دارم، چون که دختر دیه هستم، دختر کوهستان هستم و اونجا لاله ها میشکفند بیشتر و خود همین زمین از لاله ها چون قالین سرخ مجلا میشود و لاله وقت شکل تاج رو دارد. برای همینم لاله تاج نوبهار گویان یک شعر نوشتم، همان را پیشکش تماشابینا میگردانم. مرحمت. کشور من کوهسار، چشمه هایش بیقرار، لاله حسن این دیار، من یکی از آن لاله ام، لاله ها را واله من. شیهه های اسب شعر میرسید از سوی مهر، روی بالش من سوار، لاله ام من، لاله ام، لاله ها را واله ام. کرته من قرمزی، سبزه گوید شاد زی، سرخ گردم لاله وار، لاله ام من، لاله ام، لاله ها را
واله ام. لاله تاج نوبهار بر دمن و کوهسار، تاجیکستان لاله زار، لاله ام من لاله ام، لاله ها را واله ام. انا همه خیلی تاجیکستان لاله زار است، وطن گل هاست، گل های زیباترین. و در نظر من همه بهار تاجیکستان از همه بهارهای دیگر جا فرق میکند، اینقدر با گلهایش، با رنگهایش، با آهنگهایش، با فرق کننده است. خلاصه که در این ماه مبارک که اینقدر جشن ها هستند و آدم ها این چیزها هستند که باز سومنک پزند و باز پیشنهاد شود این سخنهای نیک و ترانه ها، و من مبارک باد میگویم. منطقه‌هایی که بیشتر کوهستان هستند، اونجا گل و لاله و بعد پرنده های زیبای خوش صدا هم زیاد است. قمری هست و سار هست و بلبل هست و... درست است. هر جا که کوهسار است، کوهستان است، اونجا چشمه زیاد است. من همین تصویر رو در همین شعر خواستم دیم. بله، زنده باشه. خب، معلمه عزیز، شما بعد از ختم مکتب از دهه آمدید به دانشگاه ملی تاجیکستان. سال 70 وقتی که شما به اینجا آمده داخل شدید، بعدن به انستیتوت ادبی به نام مکسیم گورکی رفتید. و برای یک دختر دهه مشکل نبود؟ بله، مشکلات وجود داشت، ولی وقتی که دوره مکتبخانی مرا به این اولین بار سال 1970 کنفرانس در اتفاق نویسندگان با ابتکار استاد میرزا توسن‌زاده برقرار شد، برگزار شد و مرا از همه قشلاق دعوت کردن. من وقت صنف 9 یا 10 میخوندم. و ببخشید اون لحظه شما لکه، اون وقت شما لکه شعر میگفتید؟ بله، من شعر مکتب خوان بودم که شعر میگفتم خیلی بر وقت. اولین شعرهایم اینقدر مضمون هم نداشتم، آنها رو نگاه هم نداشتم. شاگردانه بودم. بله، شعری که میرزا توسن‌زاده پسندیدند، این زندگی نام داشت یا زندگی با نام من آغاز شد، قلف درهای نکویی باز شد. این سرود دختر نام داشت. همین شعر رو پسندیده، اون کس مرا دعوت کردن به دوشنبه. من هم با این کورس کنفرانسیا اشتراک کردم. بله. و همانجا با این شاعران استادان، چون باقر رحیم‌زاده، استاد مومین قناعت، لایق، اپای گلچهره، گلرخسار و با دیگران همینجا من شنا شده بودم. و ایشان توصیه دادن که شما بعد با استاد توسن‌زاده مرا در اتاق کارشان دعوت کردن. بسیار انسان خاکسار بودن. بله. حتی یک جوان هم میدر آمد، از جا میخواستن، حتما از جا میخواستن و سلام میکردن، حال پرسی میکردن، من حال پرسی کردن. دختره هم دشوار نبود که اینقدر راه دور آمده، از راه دور نترسیدی؟ من گفتم نه، اونجا که شعر است، درباره شعر گفتگو است، سخن است، من هیچ چیز نمیترسم، من جانم را برای شعر قربان کردن تیار هستم. استاد تبسم کردن، از این جان فدایی من به شعر تبسم کردن. بعد گفتن که ما اینجا شدیم مصلحت کردیم، شعرهایتان را خوندیم و به یک خلاصه آمدیم که به مسکو شما رو روان کنیم. و در مسکو چگونه تحصیل شد و مشکل نبود؟ زبان روسی چگونه آموختید؟ وقتی که تکلیف کردم من راضی نشدم، راستی سخم است، راضی نشدم. من گفتم من دکتری دیه هستم، چندان روسی با زبان روسی بلد هم نیستم، البته کتاب های زیاد میخوندم، لیکن در گفتگو بلد نبودم. ولیکن مومین خانواد گفتن که میروی همونجا، همون رهبره وقتی که ماشین میشینی در تریلوبوس می یا افتوبوس، همه می اعلان ها رو خونده روی روسی یاد میگیری. خلاصه با همین مصلحت هاشون پافشارانه گویا طلب میکردن که من همونجا باشم. گفتن که دختر از ما هیچ کس دختر رو نخوندند، شما باید روید. استاد خانواد میگفتن؟ بله، من بعد رفتم همونجا، 5 سال تحصیل کردم. خیلی تحصیل عجیب بود. یکی از واقعه های عجیب زندگی من همین است که من در همون مکتب خواندم. مکتب چون همون وقت جهانی بود، کم می شود که مثلا شاعران و نویسنده ادیبان اصلا خانونن. بعد گویان که تو گروه شاعران، من جوان بودم وقتی که به من مراجعه میکردن که انا این شاعر آمد، گویان که من شرم میکردم. یعنی در نظرم حالی جوان ها رو نباید شاعر و شاعر گوید، در نظرم او کلانتر کاملتر شد، چند کتابش چاپ شد، باید شاعر گوید. من از این سرخ می شدم، از اون که شاعر می گفتن. همین ما در همین گروه شاعر رو خوانده همونجا و بسیار شاعران رو بعد زبان روسی آموخته، خیلی کتاب های زیاد رو هم خواندم. و شعری که در کورس اول نوشتم در قصه مور نام داشت، با همون سپاه مادرم آمده بود.
و همون روز زود خودم ترجمه وای کردم پس روشی دو گونام البته شاعرش شیخانو یوردم کرد و من اون رو به روسی گرداندم و با معلممون دالماتوفسکی هم وقت شعر هر هفته جمع می اومدیم شاعر رو می خوندیم یا با یک دیگر شعر ما وقتی که من همین شعر پس روش در شکل ترجمه این خیلی ترجمه تحت لفظی خوندم خیلی تاثیر کرد همه گفتن که علاقه ما می فهمیم که تو دیو رادیو پزمان شده بله. تو اگر به قدر یک مور رسیده باشی تو دیگر به قدر وطن هم می رسی به قدر تاجیکستان هم می رسی گفتن همه بسیار استاد دالماتوفسکی دیگر 5 سال با من خیلی معامله خوب داشتن برای همین قصه مور وقتی که در مسکو ما هم وقت سالها می خوندیم بسیار مهربانانه با ما مناسبت می کردن و زبان تاجیکی رو بسیار احترام داشتن شاعران ما رو احترام داشتن از شاعران ما کی رو می شناختن و کی دعوت می شد در اونجا؟ از شاعران معاصر البته استاد تورسون‌زاده رو می شناختن نامشان رو ولی دوست می داشتن بسیارتر باز مومین قناعت رو بله استاد قناعت مومین قناعت وقتی من در محفل هاشون اشتراک کرده بودم چند محفل هاشون وقتی شعر می خوندن صحنه می برمدن صحنه پر می شد از نور این دیو در نظر من می تافت یک نور یک حاله نور در گردشان بود و وقتی که شعر می خوندن اونجا تماشا و بینون می گفتن که واه اینقدر زیبا بودن مگر ممکن است می پرسیدن که می گفتن در باره مومین قناعت بله. آبروی بلند داشتن در مسکو آبروی و رفیقای نقص خوب داشتن شاعرها اون کسا دوست می داشتن در مسکو احترام میکردن مومین قناعت رو اصلا بیشتر سفر میکردن چون که سالهای دور دراز معاون رئیس اتفاق نویسنده ها بودن با رئیس هم شدن یک چند مدت و همین مدت ها بسیار سفر میکردن و اون وقت ها باز ملاقات های و جشن های شاعران ما گرفته میشد در مسکو سبب بسیار بود که اون کس سفر کنن اون کس رو هم این داستان استالینگرادشون هم سبب شد که در روسیه اون کس رو دوست دارن و احترام کنن یعنی یک طرف قله طرف دیگر ایجادیات مومین قناعت این هم انسانگری اون کسو من همین با آبروی تاجیکستان رو برداشتن با شخصیت خودشان با شعرخوانی و با مناسبت و با همین طرزی که خودشان رو نگهداری میکردن یک مرد کوهستان یک مرد تاجیک اوریایی و خود با هم رهگردی و با هم شعرخوانی و با صحنه آرایی و اون کس فرق میکردن و این آبروی تاجیکو بود آبروی تاجیکستان بود خوب شاید فرصت رسیده که شعری بخونید باز برای بیننده های عزیز خوب این شعر تاجیکستان تو بهاری دسته دسته لاله دارد گلشنی پیراهنت در بهاران گل کشاده غنچه غنچه دامنت راست آمد بر قدت زیبنده تابد بر تنت تاجیکستان تو بهاری من بهاری دیگرم از خط جیهون و سیهون آسمان را خوانده ام از گل پیراهنت خاک و غبار افشانده ام نکت از عطر گیسو در گلستان مانده ام تاجیکستان تو بهاری من بهاری دیگرم نسخه دارد سنبلت از کاکلی آشفته ام نکت عطر سبا در گیسوان بین هفته ام بلبلان در چهچه و من هم چکامه گفته ام تاجیکستان تو بهاری من بهاری دیگرم در کودکی چون دختر دیه هستم رستا هستم همون تپه ها زیاد هستن در دیه ما تپه ها اونا گل پوش می شدن دشت و دمن وقتی که لاله می شکفت چون قالین سرخ می شدن و ما گلچینی می رفتیم و عاشق گلها هستم و برای همین هم اگر من بهار تاجیکستان رو تعریف و تفسیر کنم این صدق دل از صمیمانه است من در حقیقت این بهار را دوست می دارم و شما از شاعره های موفقی هستید که برای کودکان هم شعر می گید و در اینجا یک شعر شما که با مامای و بابایم با آچه و دادایم به سیر لاله رفتیم به دشت و یاله رفتیم یعنی در اینجا هم شما از لاله و بله، گل و ریحان سخن گفتید و میخواستم از این چیزی گفته باشید در باره شعرهای کودکان؟ برای کودکان نوشتن آیا مشکل نیست؟ خب نه من چون که خود مادر هستم
کودکان خورد بودن افسانه طلب میکردن و من با اونها افسانه ها نقل میکردم. از همه کودکی میبافتم اما افسانه ها را با اونها نو به نو نقل میکردم و چون از کودکی شعرگویی سر کردم و شعرخوانی سر کردم این هم تاثیر رسانده است و شاید اگر من همون تپه های و گل های و همون شکفتن های لاله های و نمی دیدم شاید که شاعر نمی شدم، شاید که شعر نمی گفتم. همون بلبلان مهمون می شوند در دهه ما، یک دهه اندلیبان است قلعه من، همونجا مهمون می شوند در بهاران و بسیار هم زیبا چهچه می زنند و هر قدر چند مهمونی که از دوشنبه خانه می بردم همه اونا به حیرت می آمدند، می گفتند که این باغ شما اینقدر بلبلی بسیار دارد. بعد لطافت نصرالدین و دوستی ما یک بار مهمون شدند شبانه خانه ما، ساعت 3 این شب سر کرد بلبل خواندن. من لطافت را بیدار کردم گفتم لطافت جان بیا بلبلای ما اومدن. دیگه اون نشست ما دیگه خواب نکردیم تا ساعت 5 6 میخونن اونها، صبح که کمتر خیره روشن شد میروند دیگه و گوش کردیم. بعد گفت دوستی عزیز من فهمیدم که برای چی تو شعر میگویی، این بلبلان یعنی این تأثیر با همین بلبلان است که تو شاعر شدی به من گفته بود. در ادبیات آیا روا هست تقلید کردن؟ یعنی وقتی که در ابتدا یک انسان میخواد که شاعر باشد، برای مثال تقلید، من فکر میکنم که شخصا من تقلید رو دوست نمیدارم خودم. ولی پیروی کردن چی؟ پیروی کردن نه، پیروی کردن با این معنای پر پیروی کردن نه، یگان خای بسر رو در سر شعر آورده یگان شعر گفته ممکن است، ولی تقلید را چندان من دوست نمیدارم. اصلا تقلید کردن هم در کار نیست برای شاعران، خودشان باید که از خودشان شعر را فوار زنند. جامعه بزرگ میگوید که شعر بهترین دروغترین شعر است، یعنی که بافتن را در نظر است، شعر هم بافته میشه، یعنی یک تخیل زیبا باشه. بله بله، برای همین هم من فکر میکنم که و تقلید کاری راه دادن در کار نیست و اگر خوب میشد که مضمونی خودت باشد، معنی یافته خودت باشد، اندیشه کرده هم مضمون رو پیدا کرده باشی، بعد باید به پیراهن شعر پوشاندن در کار است. البته همین جا بسیار مشکل است، پیراهن پوشاندن بسیار مشکل است. زمان عصر اطلاعات و تکنولوژی که رسانه های مجازی بسیار رشد کردند میتواند که در پیکر شعر تا جای لطمه بزند و فاصله ایجاد کند میان مردم و شعر، چون این میتوان بود یا من حالا اگر شعرهای شاعران و ادیبان غرب رو اگر ما خوانیم نثرشان خیلی بیشتر رونق دارد، نظمشان خیلی هم دیگرگونه شده، اون چهرهای اون مضمون و معنی که عصر 19 و 18 داشتن این طور نیستن دیگر، اونها حتی که بعضن رد میکنن، اونها احساس رو رد میکنن، میگوین که شعر هم مثل همون وقتی که با کمپیوتر نوشته می شود با تکنیک سر و کار دارد، در نظر من بوی آهن می رسد به شعر. مثلا خودم من 25 سال در فیروزه سردبیر بودم، اونجا همیشه با کمپیوتر ایجاد کردن نوشتن استفاده بردن در کار، ولی من شعرم رو یگان بار در کمپیوتر ننوشتم، من همیشه چیزی که می نویسم دستی می نویسم، حتی مقاله هایم رو دستی می نویسم، عادت نکردم با کمپیوتر. و یعنی شما در کمپیوتر بلد هستید ولی چیزی که ایجاد میکنید؟ بله، شعرهایم رو، نوشته هایم رو، مقاله هایم رو حتی من دستی می نویسم، چون که فکر میکنم که بوی جان باشد در شعر، احساس باشد. حالا ما میگیم که من حافظی بزرگ مولوی، البته ما کوچک هستیم نزد این بزرگواران، اونها در زمانی نوشتند که حتی که خانه های آباد نداشتند، حتی بعضی حاجو کرمانی برای شاعران در غار شعر ایجاد میکردن، کدام وقت سفر داشتیم غار رو به ما نشان دادن، غار حاجو کرمانی رو. حتی گپی هست که حافظ هم شعرش رو در غار مینویسد، شاید که این تنهایی در کار بود و شاید اینکه یک سیری دارد که این بسیار شنیدم که در غار ایجاد کردنی همین بزرگان مثلا صوفیان اثرهایشان رو مینویشتند و یعنی همه چیز دستی بود و طبیعی بود و با چشم تماشا کردن طبیعت بود و دیدن و شنیدن همین آواز جویبار و چشم سار و
خواندنی مثلا بلبلان از کامپیوتر نیوت از طبیعت فهمیده گرفتن به خود و این تپش ها رو در تپش دیلی خود قبول کردن و همه این رنگ ها رو با چشم دیدن به فکر من ضرور است. بوی همون گل ها رو نفهمید اگر شما از کامپیوتر تماشا میکنید گل خیلی زیبا می نویسید تصویر میکنید لیکن در نظرم زیبا نیست. من از حافظ برای چی سر کردم اما شعر های مولوی اینو چنان تاثیر میکنه که امروز نوشته باشه. آدم احساساتی میشد از شعر های آنها. کمی مثلا خسته باشد خستگیش مثلا دور میشد. برای چی؟ در نظر من اونها الان چیزایی که قوه که در خودشان بود، در دستشان، در مغز سر، در دل بود، توانستن چنان گذارن که تا سه سال ها به رفته رسد. بله. همون تپیش تا امروز آمده رسید. همی خیلی شاعران با پرقوت بودن. بیدیل همی خیلی. بله. یعنی اونها ایجادشان مثلا صدرین اینی ایجادشان چونین ایجادش هست که همین هستیشان که همی خیلی نیرویشان که همی خیلی برجسته بود شاعران با قوت بودن تا امروز یعنی که میخونی گویا که در پهلویت باشن. بله. گویا که زنده باشن. نیروی خود رو در شعر موندن. بله. همه انرژی به ما تاثیر میکنه. یعنی نبض قلب ایشان تا امروز هست. بله. اگر گویند که امروز بین انسان و شعر یک فاصله شده است، و هر صورت این حرف باور کردنی نیست، چرا که شعر تا انسان است همیشه انسان نیاز دارد به شنیدن شعر. و میگن که شعر انسان را از همه چیز نجات میدهد. بله. شما چی فکر دارید؟ چی بله. نجات میدهد؟ ارسطو گفته بود که در کتاب پویتیکاش که امین در بین همه هنرها شعر نازکترین هنر است. حتی از زرگرها بالاتر مونده است که نازکترین اهم نازکترین همین شعر نویسی بوده است، شعر ایجاد کردن بوده است. بله. یعنی که من گفتنی هستم که اگر شعری حقیقی، شعری که به زمان موافق باشد، به درد خورد و اون وقت به فکر من در دل ها جاوید میماند همون شعر و مضمونی بلند داشته باشد. البته شعر باید حتما معنی داشته باشد. بعضی ها با شعر آرایی آواره هستند، مثلا سخن های زیبا میوبند، شعر های کتابی هست پیدا شده اند در بین شعر ها، یعنی با سخن آرایی، سخن های زیبا، لیکن مضمونش مثلا موافقت نمی کند به امروز ما. یعنی که شعر در خودش پیامی داشته باشد برای بله، جامعه، بله، برای انسان، به جنبش بیارد قلب ها. بله. را و عقل ها را، ذهن ها را به کار درآورد. درست. یعنی میگویند که اندیشه دیگر را تولید میکند. بله. همین اندیشه باشد که اندیشه های دیگر را در شخصیت های دیگر، در انسان های دیگر بیدار کند. درست. یعنی بعضی شعرهایی هستند یک طوفان میخیزانند. بله. یک چند مدت در زبان ها صدا می دهند، یعنی که آدم ها را آرام نگذارد، برای زندگی کردن، برای بودن، برای هستیشان کمک کند. بله. زندگی ساز باشد، یعنی اندیشه باشد، با اون خاطر که چون شعر اندیشه هست، تفکرها را می جنباند، تفکرها را روشن می کند و پیامی شعر همیشه باید پیامی آفاقی باشد، نه تنها برای یک ملت، برای کل بشر باشد. عمومی بشری. بله، مثل آن که آنچنانی که شما گفتید سخنی مولوی، پیامی آفاقی است از حافظم چنان و از دیگر ادیبان گذشته ما که سخنشان تا امروز به درد جامعه میخورد و آنچنانی که شما هم گفتید مثل آن که هم امروز گفته باشند و برای دل بشریت گفته باشند. عبدالغفار عبدالجبار یکی از شخصیت های شناخته وطن هستند که از بهترین مترجمان ما هستند، یکی از بهترین ها و منقد خوب هستند در تئاتر هم، در سینما هم، در ادبیات هم و نویسنده شناخته ما هستند. مشکل نیست، هر دو ایجادکار هستند و اصلا ایجادکارها انسان های نازک می شوند. برای من خیلی دشوار است از آدمی که نزدیکترین خود سخن گفتن. و دشواری از چی است؟ از اون که خیلی ما یک اویله وقتی زیر یک بوم زندگی میکنیم شورتر است گفتن. از دورتر انسان های مثلا
کوچه از دیگر کارخانه هایی که شاعران دیگر صحبت گفتن کردن آسان تر است. خب عبدالجبار بسیار آدم محنت دوست هستن، بسیار میخونن. اون کس در سن پیتربورگ ختم کردن دانشگاه عالی را، زبان روسی را خوب میدانند و دیگر زبان ها را آموختند و همیشه محنت میکنند. من هسته که یک کتابشان در کره جنوبی به تب رسید، هم با تاجیکی کتابشان، هم با روسی، هم با زبان کره یگی چاپ شد. و بهترین کتاب های غرب را هم ترجمه کردن. اون کس ترجمه کردن واقعا صد سال تنهایی گابریل مارکز و از سامرسید مویم. من که یکی از نویسنده های دوست داشته من از سامرسید مویم، از چند اصری سامرسید مویم را ترجمه کردن. اینشون از نویسنده های روس ترجمه ها دارن و خیلی اثرهایی که ترجمه کردن خیلی زیاد هستند. درست است. با شعر شما چی بها میگذارند؟ هر چی که ایجاد میشود و نو پیدا میشود، چون طفلی نو نوزاد بسیار نازک است که این چیزی که اندیشه که پیدا میشود اون رو کفتن در کار نیست، یعنی که گم شدنش ممکن است یا دیگر گونه رنگ گرفته. برای همین ما بسیار نازک وقتی شعر چاپ میشود، اون کس مثلا شعرها رو میخوانند، فکرش رو میگن، یا که کمتر شعرهای ما را کمتر میخوانند، ولی فکرشان بسیار خوب است درباره شعرهای من. در واقع هم خانواده شما یک محیطی فرهنگی است، یک محیطی بیشک تردید ادبی است و همزمان شما در برابر شعر گفتن میدانم که یک قصه با نام غم را نمیفروشند شما نوشتید و حالا باز چند حکایه شما در دو جلده زلف پریشان و به این نوشته های نثری شما به هر صورت بها میگذارم، مصلحت ها میدهند. بله، من حالا نوشته شدم، کتاب رو به چاپ تیار کردم. اون کس گفتن که به چاپ تیار شد بعد من یک بار میخونم. بله. یعنی پیش از چاپ شدن اون کس چیزهای ما رو نمیخونه. من بعضی کلمه ها رو میپرسم بعضن که همین سینونی مش در کار میشه، چون که تاجیک زبان تاجیک خیلی هم دورا بوی است و من هر یک کلمه 365 معنی دارد، مضمون دارد. من میگم نه هزار مضمون دارد هر یک کلمه. بعضن ما از دیگه اون کس هم از من میپرسن، از من میپرسن که همین کلمه چخل... مثلا از در کار شد که از ازبکی یک چیز ترجمه کنن، اون کس از من پرسیدن چند کلمه رو و من گفتم که همه خیلی مضمون دارد، میتونیم این مضمون که استفاده کنیم یا مضمون دیگر که استفاده بریم. وقتی کلمه های روسی رو از یک دیگر میپرسیم که اینا چخل... یعنی کفتنی وقت نیست، لغت و دیگر ها از یک دیگر میپرسیم و تیز مینویسیم میمونیم. اینش یک یوردن با یک دیگر هم دیگر است البته. و من خوشنود هستم که اون کس ادبیات رو میفهمن و بسیار میخونن. هر وقت که مسکو سفر کردن بهترین کتاب های نوترین رو خریده میآیند که میگویند که ما باید دانیم که در جهان چگونه ادبیات پیش می رود. در واقع هم ادبیات یک عامل است برای آینده نگری و بالاخره انسان سازی. و حالا شعر هم همین رسالت را دارد و فرصتی رسیده که باز یک شعری بخوانید برای بیننده های عزیز ما. تو بارانی خروشان و بهار آور که از اجازت شکوفا شد وجود من و پرواز آمد آهنگ و سرود من، علا بارانی افسونگر همه بود و نبود من. چه خوش آمد نوای چکچکت باران، هوای چشم پوشیدن پرید از سر، جهان پر بست سوی بیکناری ها، بشست خون زرداب و رطوبت های غم ها را، شکوفید از نوایت باز باقی دل، درخشید از سعادت ها چراغ دل. تو بارانی خروشان بهار آور، چو گنجشک من از باران سراپا تر، چو گنجشک که می ترسد زبانگ آسمان و دهشتی تندر. من از این عشق طوفانی به خود لرزم، ولی با تو همانا عشق می ورزم. دلم سرمست می خواند به گوش جان، مکن آهنگ ای باران، شدم دلداده از نو بر صدای تو، برد بر دورها روحی نواپرور، صفای تو نوای تو. تو بارانی خروشان و بهار آور. زنده باشید.
و استاد خود کی را می شناسید و می پسندید؟ اصلا استاد من طبیعت است. طبیعت زاده هستم. ولی یکی از شعرهای اولینم را، یک یا دو شعرم را استاد حیران عاصمی خوانده بودند در غانچی، در حالا که دیوشتی شده است و استاد شاعر هستند، در ریدکس کار میکردن. من چون ریدکس شعرام را میبردم، شعرهای نخستم، سینفی نهده، همون کس همین دو شعری مرا خوانده بودن. بعدتر همه استاد ترسنزاده که سرپرستی میکردند و میگفتند که این مسخه را بعد اون مسخه با من نامه مینوشتند و من نامه در مکتب میونه از اون کس نامه گرفتگی بودم. همون شعرها ما خوانده با من بسیار یک بهای بلند داده بودند و شاید یک بال و پری هم بخشیده بودند که مثلا تو میتوانی، تو شعرهای خوب گفته، آینده ما زیر نظر میگیریم. گفته همه خود مکتوب نوشته بودن استاد. اگر هم تو فکر کنیم همه شاعران استاد هستند برای یک شاعر دیگر. همه را میخوانیم. از یک دیگر میاموزن. همین استاد لایق را میخوانیم. استاد بازار صابر را میخوانیم. استادانی همین استاد مومین قناعت را میخوانیم. شاعران دیگر را میخوانیم. دارای نجات را میخوانیم که شعر سپید من آغاز کرده است. دیگر شعر سپید پیدا شده است که تن گرفتن که شعر سپید در تاجیکسی هم خوش صدا میداد است. از جوانه های من بیشتر دوست میدارم خوندن. مثلا از جوانه هم آدم میتواند آموزد، چون که آنها ذهنشان تیزتر است. در زمان شما خب زمان شوروی بود و تا جای مرزها بسته بود و امروز آنها میتونند از ادبیات کل جهان خیلی فراوان استفاده کنند. یعنی امکانیت ایشان از این نظر خیلی کشاده‌تر بله بازتر است. بازتر است. من هم خوشبخت هستم که چون هم روزنامه‌نگاری اصلا کاری برای یک بردن ما باید کار هم میکردیم، هم شعر هم مینوشتیم، هم کار هم میکردیم. من در ساحه روزنامه‌نگاری همیشه کار کردم. 40 سال عمری من با همین کار بند بودم و من خیلی سفرهای زیادی هم داشتم خوشبختانه با کشورهای گوناگون و این هم برای من یک سبق شد و که من با آدم‌های بزرگ اونجا واخورم یا شاعران بزرگ را بینم و برای خود مثلا تجربه آموزم از زندگی هاشان که اینا چگونه مثلا شاعرهاشان چگونه کار میکنن یا که زنها چه احوال دارن، چه زیست و زندگانی دارن آموزم و در این مجله مقاله های من چاپ شدن. یعنی من گفتنی هستم که در نثر هم بسیار میکوشم، کشیدم که همون هر در چهار سوی من با چهار سوی تاجیکستان سفرها کرده مقاله ها نوشته پیشنهاد میکردم. شروع از استاد صدرالدین عینی تا به امروز کل ادیبان ما قریب شروع کردن از روزنامه‌نگاری هم. چون شما از کار روزنامه‌نگاری گفتید استاد ساتی ملغزاده یعنی ادیبان ما ها استاد لاهوتی کل ادیبان ما یعنی هم شاعر و هم نویسنده های ما هم نصر پوبلیسیتیکا خیلی رواج داشت در اون سال ها در سال های جنگ مثلا پوبلیسیتیکا می نوشتند خود استاد ترسنزاده هم پوبلیسیتیکا می نوشتند و هم شعر می گفتند. یعنی که این چیز در همه جا هست. یعنی که اونهایی هستند که مثلا شاعر گرجی نادر دنبادزه خیلی هم شاعری با قوه تمام اون وقت با اتفاق شوروی و یا اتحاد شوروی دستگیری میکردند و مخلصش بودند. بعدتر به نثر گذشت و چقدر اثرهای نثری نوشت. خود پوشکین بینی چقدر اثرهای نثری زیبا خوشرو دارد. لوحه های ترانه ها نوشته است و باز هم شعراش مثلا سطح جهانی دارند. درست. و از خود ادیبان ما استاد باقی رحیم‌زاده هم چند خاطره های نثری دارند. از استاد میرسعید میرشکر که واقعا نثرشون خیلی نثر عالی هم هست. شعرشون هم خوب است. البته چون داستانهای استاد میرسعید میرشکر رو همگی در تاجیکستان ما میدونستیم و تا امروز ما حالا میدونیم ولی نثر ایشون هم بسیار نثر عالی هستند. یعنی ادیبان ما همگی در هر دو در نثر و نظم استاد بودن بیشک. همین باقر همزاد هم صحبت اولینشان در خاطر هم مونده است و دیگر در محفل ها اشتراک میکردن، بسیار شوخی ها میکردن، میخندوندن، بسیار رحمدل بودن، انسان بسیار بزرگوار. در دل همه یک خاطره نیک گذاشتن همون کس. انا همین خیلی انسان شدن در کار که آدم ها با نیکی یاد کنن. سید میرشکر هم آدمی خوب بودن. یک بار شوخی کردن با من. ما در قشلاق ما بالاتر هفت دختر سنگین هست.
در بیشتر ناحیه های ما 40 دختران هست. بله در ما بالاتر با 40 دختران هم هست. با 7 دخترم هست. من همه 7 دختر شعر نوشتم. گفتم 7 دختر 7 پیکر از باران ها تر شده در همون جا استادن. در سال ها شد در همون شما در شعر گفتید. پاسبانند. هم. پاسبان دیه هستند. با میگم که این طبیعت تو هم اگر مرا هم بر اونجا من هم چون خواهری هشتم پاسبان دیه باشم. بسیار می شکر من در راه می دارند و شوخی می کنند. تو بلوچه هستی بلوچه. من گفتم چگونه استاد برای چی من بلوچه شدم؟ آخیر تو برای خودت گفتی که من برای هیکل سنگین کنید. تو اول خدمت کن. من گفتم استاد این شعر است. این خیال است. این من نگفتم از نام یک زن دیگر گفتم که می خواهد که همونجا هیکل هشتم باشد. من خودم در نظر ندارم. یعنی وایو شوخی کردن شما چی کار کارشو شما جدی قبول کردید چی کارش ها معقول همون وقتی که از اقبال رو اولین بار مثلا همون واقعا اولین نفری از استاد میرسید میرشکر که میرشکر رو آوردن مقاله نوشتن بعد این کتاب رو به چاپ دادن پیام شرق شرق من در مکتب در صنف 10 میخوندم و گرفتم چنون خرسند شدم از این هدیه که از دوشنبه اومد و اون شعرها رو از یاد کردم و او محمد اقبال با یکی شاعرهای دوست داشته من تبدیل یافت و من بعد چند سال بعد به زیارت آرامگاهش رفتم به خانهش به خانه نبیرهش محیب رفتم مهمان شدیم و با دوگانه های ما بعدا در اون آرامگاهشان یک شعر نوشتم بله و واقعا خدمت بزرگ استاد میرسید میرشکر کردم که همین انامی محمد اقبال رو معرفی کردن در تاجیکستان بله بعد وای من بله. زندگی نامه شان چاپ شد و دیگه کتاب های شان چاپ شد بیشتر شد یعنی سرچشمه ها پیدا شدن برای همین هم نوشته های محمد اقبال بسیار بلند فلسفی هستند بله. حتی استادانشون از آکسفورد از انگلیا به اون کس مسئولیت میدهند که شما اون کس میخوان که فیلسوف باشن شعر نگویند لیکن اونها میگن شعرشون خوانده که در گرمانیه و در آلمان و در انگلستان میگن که شنی شعرهاتون بسیار بلند هستن مضمون فلسفی دارن شما شعر گوید علامه اقبال زبان انگلیسی بسیار خوب بلد بودن بله و وقتی که مترجم شعرهایش از او خواهش میکند که شما اینقدر با انگلیسی خوب حرف میزنید نمیشود که شعرتون را هم به زبان انگلیسی نوشید میگد نه الهام من در نظم در شعر با زبان فارسی است. فارسی است بله. یعنی اینقدر احترام کمی هم با زبان اردو نوشتن، با زبان اردو هم شعر را فارسی داشت. اون کس میگن که گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری در این شیرین تر است. بله. یعنی دوست می داشتن. یعنی اعتراف کردن این زبان ما در تاجیکی. بله. بله. و شعر بخونید چون برنامه به پایان میرسد. بهارا دختری عاشق غزل خان آمده امروز حریری ابرها بر سر خرامان آمده امروز چه خندیدی چو خندیدی علا مهرو ز لبخندهای تو گل بارید بروی یاله و پشته تو گوی ریخ مروارید و جان در شو رفتاد و جان در شور افتاد ز رقص دلنشینی تو پرستو گشت پروازی ز قفل آستینی تو چه پاشیدی بروی خاک عقیق سرخ آتشگون تو گویی مشعلستان شد ز رقص لاله ها خامون تو گویی مشعلستان شد ز رقص لاله ها خامون زمینی سبز شعری توست بهار ای صاحبی ایجاز ایا در شاعری استاز ایا همشیوه و همروز شما استاد من پرسیدید انا من میگویم که بهار هم استاد من بود با همه زیباگی هایش
انجام بخش برنامه ما بخش پرسش و پاسخ است که الان رسیدیم به آن فرصت و شرط آن چنین است که پرسش کوتاه است، پاسخ هم مفید، مشخص و کوتاه و همزمان در صورت به سوال جواب نخواستن میگوید که بگذر، من میگذرم به سوال دیگر. آماده هستید؟ بله. اگر در زندگی سه اشتباه کرده باشید کدام بود؟ سه اشتباه باید کم باشد، بسیارتر هم بود دیگه اشتباه ها. البته ما از سه تاش میپرسیم. از سه تا؟ بله. من کدامش بودن رو فرق کرده نمیتوانم، ولی که اشتباه یعنی که شاعران ایجادکاران به اشتباه نمیشوند. من همین خیلی فکر میکنم. یعنی اشتباهشان زیان آور نیست؟ نه، اونها رو با این اشتباه عیب هم کردن در کار نیست. در نظرم شعر، ایجاد، این چیزهایی که اینقدر عذاب و رنج دل میخواهند، حتی ترسونزاده میگوید که قطره خون دل کم شود، یعنی قطره خون است. برای همین هم به فکر من چندان سختگیر نباید بود با این اشتباه ها. بهترین تجربه زندگی برای شما چی بود؟ خواندن، تحصیل در امون مسکه، 5 سالی که اونجا تحصیل کردم، خیلی به من سود بخشید. نقطه ضعف شما چی هست؟ نقطه ضعف من همچه بانو نمیگویم که نقطه ضعف من چیست. در خواب اگر مادر بیاید، خواب میبینید مادر خود را، با او چه حرفی میگفتید؟ اولین حرفی که هست میگم عذر میخوام، چون که بعدی رفتن ما میفهمیم که قدری پدر و مادر چگونه بلند است. زنده باشید. از چه کار خود افتخار دارید؟ از فرزندانم افتخار میکنم، دوست میدارم. از کار ایجادی خودم هم که بر وقت سر کردم و جدی مناسبت دارم و با این کار ایجادی و من عمرم را گویا صرف کردم، من افتخار میکنم. اگر یکی از خصلت های خود را تغییر میدادید کدام بود؟ بگذار همه خصلت های نیک بد با من باشه. دیگر عادت کرده با آنها؟ بله عادت کردم. دیگر خوب تغییر دادنم شاید دیر شده باشه. سرود خواندن را دوست میدارید؟ سرود شنیدن را دوست میدارم، ولی خودم هنری سرودخوانی ندارم، افسوس. شعر میخوانم ولی سرود نمیخوانم. برای خانواده هم نمیخوانید؟ نه، نمیسرایم. از چی در زندگی میترسید؟ میترسم از اون که مثلا دوستانی من مثلا خیانت نکنم با من، یعنی از دورویه ها میترسم. تا امروز این کار زشت نشده است؟ البته بودن این حادثه ها در زندگی من بودن، ولی من چی شد که وقتهای آخر شاید که از آن که میترسم که وقت کم است و من باید ایجاد کنم و باید خونم، من چندان اهمیت نمیدم. دنبال این حرف نباشید؟ نه، درست. اصلا من دنبال گپای کوچه، گپهای زیادتی نیستم. در زندگی هرگز همی خیلی نبودم، چون که همیشه در نظر من این چیزها زیادتی هستند در زندگی. بله، درست است. از عشق رنج دیده اید؟ بله. زیاد؟ نه. باری به کسی گله کردید از عشق؟ نه. شوهرم بودن که مکتوب می نوشتن. 200-300 مکتوب نوشتن. ما یا دیگر رو ندیده نامه می نوشتیم به هم دیگر. خب. باری مکتوب ننوشتن، دیر نوشتن. من رنجیدم. تا امروز رنجیدید یا بخشیدید رو دیگر؟ بخشیدید؟ بله، بعدن که ما زن و شوهر شدیم بخشیدم. حالا نامه ها رو نگاه می داریم. فرزند ما شهرزاد یک کتاب ساخته است. نامه های عبدالجبار با من، نامه های من به پدرش یک کتاب ساخته است. من گفت چوب می، من گفتم نه چوب نده بچه عزیزم، گفتم که باعث گپای زیاد می شود. رشک چه ستمی برای شما کرده است؟ نمی خواهم جواب بگم. بسیار خوب. ولی جبرش را کشیدید؟ بله بود. از پدر چی پند در یاد مانده است؟ خیلی پندهای بسیار. یکی از آن بود که ما مثلا سایگون کورو سراسیما کردن خواهیم میگفتن که کلا پتره نشم. این کلمه کلاسیکی بعد من در رویدکی خوندم. من اول میگفتم که کلا پتره چی باشد؟ ما میگفتن کلا پتره نشوید بچه ها، سراسیما نشوید. مثلا همین خیلی پندهای زیاد داشتن. گلها رو دوست دارید میگفتن، گل دوست بودن. در انسان ها چی را دیدن میخواهید؟ در انسان ها پیش از همه دلی تازه،
دلی نیکی کردنشان قصد نیکی رو میخواهم. به هر صورت ایجادکاران مردمی هستند که گاه زودرنج هم میشوند، باز فراموش میکنند. و اگر شما عصبانی شوید، با چه وسیله خود را آرام میکنید؟ خوب، من شرم نمیدارم، من زن هستم میگم، من در تنهای عشق میریزم. آرام میشم، لیکن باز هم یک قدرت دارم، در خود اراده دارم، چون سختی های زندگی رو بسیار دیدم، اراده دارم که من خودم رو میتونم زود آرام کنم. گریه من کوتاه‌تر است از آن که من زود به خود میآیم. همکاران منم به حیرت میافتند که من میرنجیدم یا یک کار دشوار عصبانی میشدم، ولی یک چند دقیقه علاقه من دیگر بودم. این دیگر خیلی خوب است، یعنی که تغییر میافتم، یعنی من اونها رو مغلوب میکنم. در زنها چرا خوش ندارید؟ در زنها همون حسداد رو دوست ندارم، که اگر حسد می برده زنهای من خوب هستن، زنهای خاکسار، زنهای تاجیک من مهنت کش هستن، دوست این خصلت های خوبشون هست، لیکن اگر مثلا با غیبت داده شوند و با مثلا یک دیگر رو مثلا نه زنند و یا سخنهای بد گویند، من این خصلت ها رو دوست ندارم. سرمایه خوشبختی است؟ زندگی باید در کار است، در زندگی، لیکن ما با شوهرم هیچ کوشش نکردیم که همین سرمایه جمع کنیم. سرمایه ما کتاب‌های ماست، کتاب‌هایی که ما حالا چاپ کردیم و حالا خانه پوری کتاب است. با کتابخانه شدم من در قشلاق قلعه عظیم، کتاب‌ها ما زیاد شد در این حوالی، ما بردیم اونجا و در قشلاق جمع کردیم. در آینه عمر چی دیدید؟ در آینه عمر من رفت عمرم رو، زندگیم رو دیدم که از تضادها عبارت بود. شب بود و روز بود و تاریک بود و روشنایی بود و عشق بود و خنده بود و همه چیز بود. و من فکر کردم که شاید تقدیر شاعر هم خیلی باشد که مثلا با سختی ها تو بیارد، روزهای خوش را خوش قبول کند و برای خلق خدمت کند و کارهای کند که کارهای ثواب باشد. ز حادثات جهانم همین خوش آمد و بس، که خوب و زیشت و بد روزگار در گذر است. هرچی می آید باز زیشت باید و انگارید خوب می گوید رو بی بلخی. و سالها می گذرند، از سر ما می گذرند و از خانم زلفیه عطایی شاعره دوست داشتنی ما، آیندگان چی یاد می کنند؟ یعنی چی فرضیه دارید؟ آینده من البته در باره خود هیچ چی گفته نمیتوانم، لیکن من که کار زیاد کردم، نوشتم، خواندم، آموختم زنهای حیات شرق را و کوشش کردم که یک کار کنم که تأثیر داشته باشد برای جامعه ما، یک خدمت باشد. و همیشه، یعنی من یک زمانی بیکار نبودم، کوشش کردم آیله خوب سازیم و کوشش کردم کتاب ها رو ما مثلا کتاب های زیاد جمع کنیم، کتاب خونیم. یعنی هر چی که خواستید کردید، سفرها کنیم، اما اون چیزایی که مثلا البته خواهش انسان، یک انسان زنده خیلی زیاد هستن خواهش های، لیکن من از آن میگویم که اون کارهایی که باید میکردم. وقت بسیار تیز گذر است عزیزان من، ما باید یکون چیز کار کنیم که مثلا از ما نشان موند یا اینکه باشد. عمر طولانی در کار و ایجاد همیشه برار برای شما آرزو داریم و آرزومندیم که همیشه خوب و خوش و سرحال باشید و تشکر. همیشه در خانواده شما شادی و سرور تشکر. و بهار باشد. سلامت باشید. زنده باشید. خیلی خوش آمدید.